فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی به اعتصابات سراسری برای روز جهانی کارگر در اعتراض به حجاب اجباری، علیه اعدام، علیه فقر و فلاکت برای اول ماه مهر روز جهانی کارگر چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403. قطع تماس تلفنی توماج صالحی، افشاگری تکان دهنده بی بی سی جهانی از قتل وحشیانه و حکومتی نیکا شاکرمی. با ما همراه باشید در این برنامه پخش مستقیم. سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. شیرین شمس هستم. برنامه پخش مستقیم سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 برابر با 30 آوریل 2024 رو ملاحظه میکنید. این برنامه هم اختصاص داره به فراخوان اعتصابات سراسری برای روز جهانی کارگر چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 به فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی که متشکل از تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی، زنان و جوانان انقلابی هست. یک نگاهی به شبکه اکس میاندازیم و یک بار دیگه همچون برنامه‌های شب‌های گذشته این فراخوان رو نگاهی میاندازیم. در این فراخوان تأکید شده که روز جهانی کارگر روز اعتراض به حکومت اعدامی و علیه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و همچنین رضا رسایی، عباس دریس، مجاهد کورکور، حبیب دریس و ده‌ها نفری است که حکومت از بین آنها دنبال گردن برای طناب دارش می‌گردد. در این بیانیه اشاره شده که روز جهانی کارگر روز سوختبران و کولبران و همه هیچ بودگانی است که برای نان جان می‌دهند. همچنین اشاره شده روز جهانی کارگر امسال روز گسترش بی‌حجابی سراسری در برابر تحمیل حجاب و اعتراض علیه هر شکلی از اجبار و سلب حق انتخاب است. این روز فرصتی دیگر برای تودهنی زدن به حکومت ضد زن و تماماً ضد انسانی جمهوری اسلامی است. بینندگان گرامی، همکنون پوسترهای این فراخوان با هشتگ روز جهانی کارگر و هشتگ اعتصابات سراسری در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در شبکه اکس در حال بازنشر هست. در طول سه روز گذشته اطلاع رسانی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته، اما این ساعات باقی مانده بسیار بسیار ساعات با ارزشی هستند برای اینکه هر چه بیشتر در رابطه با این فراخوان اعتصابات سراسری اطلاع رسانی بشه. فراموش نکنید که کمتر از در واقع 9 دقیقه دیگر شعاردهی شبانه هست. فراخوان برای شعاردهی شبانه با شعارهای مرگ بر حکومت اعدامی، همچنین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی و توماج صالحی آزاد باید گردد. بابا همراه باشید بینندگان گرامی. این رو هم بگم که امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی طی یک پستی اعلام کرده که تماس تلفنی توماج صالحی از عصر روز شنبه 8 اردیبهشت قطع شده و همچنین گفته که دیروز در ملاقات با پدرش علت این امر اطلاع رسانی در فضای مجازی عنوان شده است. یه گزارش تصویری میبینیم از شعاردهی شبانه در شب گذشته که در تهران سر داده شده. بله، فکر میکنم که مهمان برنامه با ما همراه میشن. شعاردهی شبانه رو میذاریم بعد از گفتگو با مهمان برنامه. سلام میکنم فریبا برهان‌زهی، فعال حقوق بشر از بلوچستان، خیلی خوش آمدی به برنامه پخش مستقیم. صدای من رو دارید فریبا برهان‌زهی؟ بله بله، درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خب من و شما یه ملاقات هم در شهر استکهلم داشتیم در همین تجمع چند روز گذشته
خوشحالم یک بار دیگه داریم همدیگر رو میبینیم. این تجمعات و تظاهراتی که در روز شنبه و یک شنبه برگزار شد رو چگونه میبینید در خارج از کشور که به حمایت از داخل و همچنین اون ندای داخل بود که خارج از کشور به خیابان بیاد؟ چه روحیه‌ای رو در ایرانیان خارج از کشور دیدی در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی؟ بله، درود بر شما و بینندگان عزیزتون. بله، من بسیار خوشحالم از این اتحادی رو که دیدم تو این چند روز، از نه تنها در استکهلم بلکه در تورنتو و جای جای کشورهای دیگه‌ای که عزیزان ایرانی در واقع تجمع کرده بودند و با صدای بلند اعتراض خودشون رو در واقع به گوش جهانیان رسوندن. خیلی باشکوه بود. من بسیار خوشحالم، امید دارم همینطور ادامه داشته باشه و ما هر تعطیلات و هر زمانی که امکانش هست بتونیم در کنار هم جمع بشیم، اختلاف ها رو بذاریم کنار و صدای مردم ایران باشیم، چون واقعا به ما نیاز دارن در این شرایط بسیار سخت. جوانان ما، عزیزانی که در زندان ها هستند، جمهوری اسلامی باز شروع کرده به گسترش دادن به این اعدام ها. خودتون میدونید توی همین 10 روز گذشته 16 نفر اعدام شدن و هنوز تعداد بسیاری از این عزیزانمون از جمله توماچ صالحی هم حکم اعدام گرفتن و این باعث شده که خشم مردم رو در واقع احساسات رو جریحه دار بکنه. توماچ صالحی که در واقع پسر ملت ایران بهش حساب میاد، همه دوستش دارن بخاطر اینکه صدای تمام مردم ایران بوده، صدای تمام مظلومان بوده. خب این باعث شده که مردم واقعا بسیار ناراحت و خشمگین در خیابان ها هستند. بله بله، همینطوره. شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی فراخوان داده برای اعتصابات سراسری فردا، روز جهانی کارگر، چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403. من بیانیه رو هم اینجا در واقع اشاره کردم که به تمام بخش های جامعه اشاره شده: زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان، رنگین کمانی ها، کشاورزان، تمام بخش های تحت ستم، و اشاره ویژه‌ای شده به کولبران و سوختبران. به نظر شما این فراخوان که از داخل در این موقعیت بلافاصله بعد از اعتراضات خارج کشور سر داده میشه، صادر میشه، از چه درجه اهمیتی برخورداره و در این ساعات باقی مانده که واقعا ساعات طلایی محسوب میشن چقدر اهمیت داره که از این فراخوان حمایت بشه و فردا تعداد بیشتری به فراخوان اعتصابات سراسری بپیوندن؟ بله، همینطور که فرمودین، به مناسبت در واقع ماه می که همون روز اول ماه می هست، روز جهانی کارگر، به فراخوان‌های زیادی داده شده. بیشترین در واقع جمهوری اسلامی از روز آغاز به کار اومدنش مظلوم ترین ها و مردم ایران رو، خصوصا قشر خصوصا مظلوم رو در واقع سرکوب کرد. از همون آغاز شروع به کشتن و سرکوب و اعدام کرد و در حال حاضر هم بیشترین در واقع سرکوب ها از این قشر کارگر و ضعیف جامعه است. همونطور که میدونین جامعه هر روز یعنی در واقع فلاکت و فقر، اعدام های گسترده، خب اینها همه فشارهایی هست که بر جامعه ایران داره میاد و جمهوری اسلامی هم متوجه شده که این نسل جدید دیگه نمیتونه اونها رو مهار بکنه. نسلی هستند که کوتاه نمیان و مقاومت میکنن، هیچ ترسی ندارن، بسیار شجاع هستند، مثل ساریناها، مثل نیکاها، مثل بقیه عزیزانی که اومدن اعتراض کردن و اینها با جنایت بسیار زیادی اینها رو سرکوب کردن و کشتن و از بین بردن، ولی باز هم مردم ایران باز دارن مقاومت میکنن بر علیه حجاب اجباری، بر علیه این فقر و فلاکت.
پس وظیفه ماست حداقل ما که امکان اینو داریم در خارج از کشور که بتونیم بیایم حداقل پشتبانی بکنیم از اونهایی که داخل هستن، با اومدنمون به خیابون، با در واقع تظاهرات و اعتصاباتی که در واقع تشویق بکنیم، تشویق بکنیم اونهایی که داخل هستن که ادامه بدن در واقع این گسترش اعدام ها و در واقع این قشر فقیری که دارن سرکوب میشن، مردم دارن فقیرتر میشن، این رو ما باید حمایت بکنیم و این دلگرمی میشه برای اونها که تعداد بیشتری بیان توی خیابون ها و اینه که جمهوری اسلامی ازش میترسه و ما باید با اتحاد بیشتری به تظاهراتمون خارج از کشور ادامه بدیم و حمایت بکنیم. خیلی متشکرم فریبا برهان‌زئی که همراه ما بودی در این برنامه پخش مستقیم. فکر میکنم که دیگه به ساعت 14 شبانم نزدیک میشیم. سپاس که همراه ما بودید. درود بر شما. بینندگان گرامی به 14 شبانه نزدیک شدیم. فراموش نکنید زن زندگی آزادی، مرگ بر حکومت اعدامی، حکومت اعدامی نابود باید گردد، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور توماج صالحی آزاد باید گردد، نه روسری نه توسری، آزادی و برابری، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی، حکومت ضد زن نابود باید گردد، شعارهایی که همین الان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برای شعاردهی شبانه. با هم بریم شعاردهی شبانه شب گذشته رو ببینیم در تهران برای آزادی توماج صالح. امشب 10 اردیبهشت 403 اومدم جمع بزندن اوین برای حمایت از توماج صالحی شعار بدم. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ زندان نور می‌ندازن. مرگ بر خامنه‌ای ضحاک، خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیم از زیر خاک. لعنت بر خمینی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، توماج صالحی آزاد باید گردد.
11 اردیبهشت روز جهانی کارگر همگی با هم در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام توماج صالحی احتساب میکنیم. برای توماج که صدای کارگران، معلمان و همه اقشار زحمتکش بود. یعنی پیمونکارا، شرکت ها، نیروان این اناره بینن اچلونن اچلونن اچلوننشون آبشون نخورن توفالشون پرت کنن انار کارگر اچلونش بده آبش بده نونش انقدی بده که زنده بمونه نظام برده‌داری خود زندونه انار کارگر بمکونشو بمکشیرشو دور بنداز پوستشو نبینم درخت رو برشتشو انار تو دست سرمایه دار کشته شد اتوم جواب اعتصاب بزنش مبادا فکر اعتراض به سرش بزنه بزنش اناره بکنش حقشو بخواد باید خوش چه درختش خود زندانی رو بذار زندان بان جیره چرب رو بده به پیمان کار رسمیش نکن نه بی انصاف باش بدون ایمنی و بی استان فرزندانم میخوام اعتصاب کنن مردم حمایتشون کنن که به خامنه‌ای نابود کنن به این اعتصاب خیلی خوبه کمک میکنه که اینا از اینجا برن اینقدر جوان دیگه کشته نشه اینقدر جوان اعدام نشه از فرزندانم که داخل ایرانن اعتصاب کنن که مردم باشون اتحاد داشته بشن که این رژیم نابود بشه که این بعد ما کشتار نداشته بشیم در این اعتصابات و اعتراضات گوهر عشقی مادر پیرتون تا آخرین نفس در کنارتونه پشتوانتونه یادمون باشه قرار طول بکشه قرار طاقت فرسا باشه و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. آرزوی من اینه. یه دنیای قشنگ با هم دیگه بسازیم. فردا اگه کشته شدم، به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی‌کنه. کسی گریه تو رو باور نمی‌کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. چیزی که من تو این همه سال دیدم بر زدن شما جلوی تلویزیون بود و تلفات دادن جوانا در مورد همه صحبت می کنم اکثریت رو می گم خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه این کشور مال ماست مال مردمشه ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم چی هستیم ما؟ برده؟ نه جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه نگاه میکنه میگه خب من چند تا از من بزنم پس کی؟ آخه اون همه فوش دادن اون همه نقد کردن اینا به چه دردی میخوره وقتی تو عمل صفر باشه نتیجه چی؟ هیچی؟ گذران؟ بیا بیرون بیننده برنامه پخش مستقیم هستید امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی گفته تماس تلفنی توماج صالحی از عصر روز شنبه 8 اردیبهشت قطع شده دیروز در ملاقات با پدرش علت این امر اطلاع رسانی در فضای مجازی عنوان شده اما نگاهی میاندازیم به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره قطع تماس تلفنی توماج صالحی یکی از کاربران نوشته علی‌رغم فشارهای زیادی که از سوی حکومت بر وکلای توماج صالحی وارده توییت امروز آقای رئیسیان و خبررسانی ایشان در این خصوص حاکی از اهمیت پرداختن به پرونده و وضعیت توماج در رسانه و خیابان تا احقاق حق و آزادی توماج است. به داد زنده ها برسیم که فراموشی جانباختگان محاله هشتگ توماج صالحی کاربر دیگه ای نوشته این خبر خیلی نگران کننده است. ساده ازش رد نشیم ممکنه اونو از بقیه زندانی ها جدا کرده باشن و میدونید معنی این چیه؟ جان توماج در خطره. هشتگ توماج صالحی. کاربر دیگه ای نوشته برای نجات جان عزیزانمون از اعتصابات سراسری حمایت کنیم. مگه این خیابونا متعلق به کیه؟ این خیابونا مال ماست.
مال من و تو، ما کف خیابان با شما مذاکره میکنیم، که این از صحبت‌های توماج صالحی است. و همچنین یکی دیگه از کاربران با ضمیمه کردن پوستری از توماج صالحی و تصویری که این روزها بسیار در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، نوشته تماس‌های تلفنی پسر ایران توماج صالحی رو از ترسشون قطع کردن. ترس از اینکه نکنه خبر حمایت مردم به گوشش برسه، اینکه بگن هیچکی بهت اهمیت نمیده. اما اینجوری نیست. شما هم میدونید توماج همیشه چندین قدم ازشون جلوتره. هشتگ فری توماج. و اما این رو هم بگم که مراسم روز جهانی کارگر توسط فعالین حقوق زن در سنندج برگزار شد با شعار صدای توماج باشیم و او را تنها نگذاریم. زنده باد روز جهانی کارگر، فعالین حقوق زنان سنندج. همونطور که میبینید در این مراسم از توماج صالحی، خواننده معترض و مردمی که زیر تیغ و خطر اعدام هست، حمایت شده و گفته شده که همبستگی و اتحاد زنان مقابل حکومت آپارتاید جنسیتی بسیار مهم هست. در روز جهانی کارگر همین اقدامات، حرکت‌ها، ضربات مهلکی به جمهوری اسلامی. تصویر دیگری می‌بینید از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط فعالین حقوق زن در سنندج، این بار با بنر زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی. و همچنین تصویر دیگری که نشون میده این فعالان با تهیه غذا سعی کردند که یک اقدام دیگری هم در روز جهانی کارگر انجام بدن و با پخش غذا این گونه توجه عموم جامعه و ساکنین سنندج رو به روز جهانی کارگر و حکم اعدام توماج صالحی جلب کنند. بینندگان گرامی همراه ما باشید. در این بخش برنامه پیامی خواهیم دید و شنید از برزان محمدی، زندانی سیاسی سابق و دعوت به اعتصابات سراسری. درود به تمام هم‌میهنان گرامی در هر کجای کره گیتی. به مناسبت اول ماه می، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر و همینطور روز معلم را گرامی می‌دارم. جا دارد به تمام کارگران و معلمان زحمتکش که یکی از قشر کم درآمد و بی‌دفاع در جمهوری اسلامی هستن را تبریک و شادباش میگویم. متاسفانه 45 سال که رژیم آدمکش و اشغالگر جمهوری اسلامی معلمان و کارگران محترم هم مثل بقیه مردم ستم دیده ایران مورد ظلم و بی‌عدالتی، آزار و اذیت قرار گرفتند که در صورت اعتراض به حق و حقوق اولیه خود آنها را سرکوب، از محل کار اخراج و یا با پرونده‌سازی‌های بی اساس به حبس و شلاق، آزار و اذیت روحی روانی و جسمی و حتی جنسی هم قرار می گیرند که به هیچ عنوان جای معلم و کارگر و مردم عزیز ایران زندان نیست. با اعتراضات و اعتصابات سراسری می توانیم این رژیم خونخوار و جنایتکار را به زانو در بیاریم و سکوت و بیتفاوتی در برابر این همه ظلم و جنایت خیانت به ایران و ایرانی است. به امید ایرانی آباد و برابری بدون اعدام و زندانی سیاسی و رهایی از چنگال شیخ و آخوند و ملا. زنده باد آزادی و برابری زن و مرد. نه به زندان، نه به اعدام هیچ انسانی، نه به جمهوری اسلامی.
برزان محمدی زندانی سیاسی سابق 11 اردیبهشت 1403 خورشیدی که این تاریخ هیچ وقت به ایران و ایرانی تعلق ندارد. بدرود. بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. بی بی سی جهانی به مدرکی بسیار محرمانه دست یافته که نشون میده نیکا شاکرمی از جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در یک خودروی یخچالی هدف تعرض جنسی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قتل رسیده. گزارش بسیار محرمانه از اطلاعات سپاه به دست بی بی سی جهانی رسیده. ماموران سپاهی درگیر در این جنایت اسامیشون مرتضی جلیل، سرتیم، آرش کلهور، صادق منجزی و بهروز صادقی بودند. این گزارش نشون میده که نیکا تا آخرین لحظه تسلیم نشده و برای حق خودش جنگیده. فردا فراخوان اعتصابات سراسری هست در روز جهانی کارگر و برای اعتراض به حجاب، اعتراض به اعدام، اعتراض به فقر و فلاکت و کلن اعتراض به تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی در انقلاب زن زندگی آزادی و در طول این 45 سال مرتکب شده. ضمن اینکه باید بار دیگه محکوم کنیم این جنایت تکان دهنده رو، اما برای دادخواهی نیکا و نیکاها، برای نجات توماج صالحی و توماجها، برای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی که با نیکا یک نوجوان 16 ساله اینگونه جنایت مرتکب شدن، باید به اعتصابات سراسری بپیوندیم. یک میان برنامه میبینیم به یاد نیکا شاکرمی که تا لحظه آخر، تا ثانیه آخر با قاتلان خودش جنگید و تسلیم نشد. چی داری میخونی؟ برای خودم میخونم. چی میخونی؟ میخونم. یه شعر خوشگل. اسم شعر چیه؟ اسم شعرم این بودش خبیزه بخیرشو برات بگیرم که بخبی یک از من بگیری. خوبه. حالا وقتی که خانم آسی اگه بودشی توی آسانی اگه پر بشی توی آسانی خیلی کشنگی و ما نگاهی بیاندازیم به واکنش ها در برابر گزارش و افشاگری تکان دهنده از شیوه قتل حکومتی نیکا شاکرمی. من اینجا بخوام نگاهی بیاندازم به واکنش مهدی یراحی از خوانندگان و هنرمندان انقلاب زن زندگی آزادی که با تصویری از کودکی نیکا شاکرمی یکی از بخش های ترانش رو در پستش گذاشته. به مهسا، به نیکا، به خشم و خون نگر، که برمیگرده به ترانه از مهدی یراحی به نام زندگی در انقلاب زن زندگی آزادی که سروده شد و هشتک نیکا شاکرمی، هشتک شجاع دل، هشتک مهسا امینی. این واکنش مهدی یراحی بود. اما به واکنش گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، نگاهی بیاندازیم. در شبکه ایکس اکانت گوهر عشقی نوشته: فرزندانم، امروز گزارش قتل دختر جوانم نیکا شاکرمی رو دیدم. اشک چشمانم خشک نمی شود و جگرم شرح شرح شده است. انگار یک بار دیگر ستار و محمدم را جلوی چشمانم کشتند. دستان این رژیم به خون نیکا و سایر فرزندانم آلوده است. صدای فریادهای مادران خاوران، مادران پارک لاله.
همچنین نازیلا معروفیان یک اطلاعاتی رو به اشتراک گذاشته و گفته وحید اشتری که در جریان سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف پروموت شد، پس از خونشویی نیکا شاکرمی یک کافه در خیابان اندرزگو به اسم کوچ و پس از آن یک تهیه غذا از نیروهای امنیتی دریافت کرد. پیشتر گفته بودم که در کنار فرستادن پول برای لبنان و فلسطین و سوریه، لاشخورها و خونشوها سهم بسزایی از جیب مردم به آنها اختصاص می‌یابد. فقط کافیست یک میخ بزنی یکی به نل و در مواقع حساس آن چیزی که حاکمیت میخواهد را بنویسی، آن وقت تبدیل به یک لاشخور کافدار میشوی. بعد از خبر این افشاگری وحشیانه در رابطه با افشاگری در رابطه قتل وحشیانه نیکا شاکرمی، همین الان در شبکه‌های اجتماعی دارن در رابطه با وحید اشتری مینویسن که با خونشویی نیکا شاکرمی تونسته از جمهوری اسلامی پول کلانی بگیره. و اینم یکی دیگه از پست ها هست که آدرس کافه کوچ گذاشته شده، کافه کوچ و متعلق به وحید اشتری. و اما کاربر دیگه‌ای با البته شاهد علوی، روزنامه نگار، با انتشار این اسناد محرمانه نوشته در گردشگر پرونده قتل نیکا، افسر نعیم 16 فرمانده قرارگاه تاکتیکی 114 سپاه گفته آن شب 19 مورد فوت داشتیم درون ایستگاه ها و مقرهای مان و نمیخواستیم این آمار به 20 نفر برسد. نمیگوید 20 پیکر کشته ها، میگوید 19 مرگ در ایستگاه ها و مقرها. اینها نه بازداشتگاه که سلاخانه بودند. و اما کاربر دیگه ای اشاره میکنه به اینکه چقدر مهمه که ما بپردازیم به جنایات جمهوری اسلامی و توجهمون رو بدیم به اینکه چگونه میتونیم پایان بدیم به این حکومت که پایان همه این جنایت ها باشه. گفته قاتلان نیکا مشغول شکنجه پسر ایران توماچ هستند. همونطور که گفتم بینندگان گرامی، امروز در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران واکنش نشون دادن به این قتل وحشیانه حکومتی درباره نیکا شاکرمی. قلب همه به درد اومده که چقدر این حکومت میتونه جنایتکار باشه و اما در برابر این قتل‌ها، در برابر این جنایات چه باید کرد؟ اولین فرصتی که وجود داره اعتصابات سراسری چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 هست. ضمن اینکه قلبمون به درد میاد، احساساتمون رو با هم به اشتراک میگذاریم، محکوم میکنیم این جنایت رو برای دادخواهی نیکا و نیکاها، برای نجات توماج صالحی و توماجها، برای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی. اعتصابات سراسری چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 رو تقویت کنیم. اعتصابات سراسری فردا به هر میزانی که باشه یک بحثه، اما این یک فراخوان سیاسی هست و آغاز یک روندی که ما برسیم به اعتصابات عمومی، جایی که جمهوری اسلامی رو فلج کنیم، جایی که جمهوری اسلامی رو از کار بیاندازیم. پس بپیوندید برای اعتصابات سراسری چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، برای پایان دادن به تمام جنایاتی که هر روز و هر لحظه خبر اون رو میشنویم. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. اینجا پیام شهردار فرانکفورت رو با هم نگاهی خواهیم انداخت. نرگس اسکندری، شهردار ایرانی تبار فرانکفورت، که در رابطه با اعتصابات سراسری صحبت کرده. خانم دکتر اسکندری، شهردار محترم شهر فرانکفورت هستم. خانم اسکندری، نظرتون رو میخواستم در مورد حکم اعدامی که برای خواننده محبوب انقلاب زن زندگی آزادی توماج عزیز صادر شده بدونم. این برای ما بسیار ناگواره که جمهوری اسلامی اونجایی که میبینه در تنها، اونجایی که میبینه قدرتی نداره، فشار خودش رو بیشتر میکنه. توماج صدای مردم ایرانه، صدای جوانهای ما، صدای آزادیه و برای ما، برای تمامی نیروهای انسانی و دموکراتیک به هیچ وجه
قابل تصور نیست که بتونیم بشیم هماش رو به مرگ تهدید بکنیم. ما با تمامی انرژیمون در اروپا، در شهر فرانکفورت تلاش خواهیم کرد به تمامی حکومت‌های اروپایی و آلمانی فشار بیاریم که این حکم رو لغو بکنه. این به معنای ناتوانی و ترس جمهوری اسلامی. خانم دکتر، من اطلاع دارم که شما بسیار فعال بودید در زمینه محکومیت حکم اعدام و برچیده شدنش، خیلی تلاش کردید در مجامع بین المللی. این که چرا جمهوری اسلامی علارغم این همه فشار افکار عمومی و سازمان‌ها دوباره میاد ناگهان یک حکم اعدام اینچنینی رو صادر میکنه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟ ببینید، این سنتی که همه دیکتاتورها در جهان دارن، اونجایی که در تنگنا هستن، اونجایی که احساس ترس میکنن، فشار خودشون رو زیاد میکنن و یکی از ابزارها وسیله حکومت‌های دیکتاتور اعلام و خفه کردن صدای آزادی. به این دلیل که حکومت در این تنگنا و در زمانی که میبینیم جنگ با اسرائیل، جنگ در غزه هست، درست در این زمان میاد این در حقیقت اعدام ها رو ادامه میده. برای همین برای ما مهمه توی دیاسپورا تو خارج از مردم ایران میخوام که فشارشون رو زیاد کنن، اعتصاب سراسری داشته باشن که بتونن این اعدام ها برگزار نشه و جمهوری اسلامی بدونه که ما سکوت نکنیم. بسیار سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما ممنون و متشکرم. آزادی، آزادی در ایران، زن زندگی آزادی. مرسی، متشکرم. بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. 80 تن از خانواده های دادخواه انقلاب زن زندگی آزادی در کردستان در حمایت از توماج صالحی و زندانیان محکوم به اعدام بیانیه صادر کردند به نام ژن ژیان آزادی بشکند قلمی که ننویسد بر سر این مردم چه رفت. توماج صالحی باید بدون قید و شرط آزاد شود. در این بیانیه آمده ما خانواده های دادخواه کردستان با درد و زخمی ابدی بر قلبمان از تمامی خانواده های دادخواه همدردمان و مردم ایران می خواهیم که صدای خود را به هر شکلی که می توانند علیه حکم اعدام توماج صالحی بلند کنند. ما همچنین از احتمال اجرای احکام اعدام زندانیانی چون رضا رسایی، مجاهد کورکور و دیگر زندانیان تحت حکم اعدام نگران هستیم. از زندانیان سیاسی تا فعالان مدنی، از نهادهای حقوق بشری تا فعالان سیاسی دموکراسی خواه، از هنرمندان ایرانی تا هنرمندان جهان باید امروز صدای توماج باشیم و در کنار هم چه در داخل چه در خارج از کشور بیش از پیش برای آزادی بی قید و شرط توماج صالحی و علیه این احکام هم صدا شویم. درود بر خانواده های دادخواه و مبارز. در این بخش برنامه مهسا پیرایی با ما همراه میشه، دختر دادخواه مینو مجیدی از کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی. سلام میکنم مهسا پیرایی، خوش آمدی به برنامه پخش مستقیم. درود بر شما و همه عزیزان، ممنون که من رو برای این برنامه دعوت کردیم. سپاس که همراه ما هستی مهسا پیرایی. همونطور که میبینید الان بسیاری از بخش‌های جامعه دارن یک موج اتحاد دیگه ای رو در آستانه روز جهانی کارگر ایجاد میکنن که دادخواهان یک بخشی از این موج اتحاد و موج اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی هستند. با توجه به فضایی که الان موجوده، دو روز اعتراضات بسیار با شکوه روز شنبه و یک شنبه برگزار شد در خارج از کشور و ما داریم میبینیم که همین بیانیه ها که منتشر میشه چطور داره این اتحاد رو تقویت میکنه، چه نشانه ای از انقلاب زن زندگی آزادی و پیش روی اون شما میبینید؟ خب در اون روزهای جهنمی که مادر و خیلی عزیزانمون کشته شده بودن اوایل انقلاب ژینا، توماج صدای همه ما بود، صدای مردم کف خیابون بود. و من خودم وقتی ویدیوهای توماج رو که می دیدم باورم نمی شد که یک آدم میتونه از دل جامعه، از داخل ایران اینطوری بی‌پروا صحبت کنه و اینقدر شهامت داشته باشه و اینقدر شهامتش رو ترویج بده. خب خیلی دلگرم کننده بود و واقعا توماج یکی از
نمادهای انقلاب زن زندگی آزادیه. 100% ما خانواده‌های دادخواه و همینطور مردم ایران نمیتونیم به این حکم بی‌تفاوت باشیم و همونطور که توماچ صدای ما بود، ما هم صداش هستیم، چه در خارج از ایران چه در داخل. همونطور که دیدیم چقدر با شکوه بازنشستگان در اعتراضاتشون اسم از توماچم آوردن و اعتراض کردن به حکم اعدام، و چه در خارج که در شهرهای مختلف جهان تظاهرات برپا شد و میبینیم که پس این پتانسیل رو دارن دارن، نه فقط علیه حکم اعدام برای توماج عزیز، برای رضا رضایی، مجاهد کورکور، عباس دریس و تمام کسایی که به خاطر عقیده شون، به خاطر افکار سیاسیشون زندانی هن و حکم اعدام دارن. خب من اینطوری متوجه شدم که توماج صالحی هم در واقع بسیار 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 نقطه عطفی در انقلاب زن زندگی آزادیه. از صحبت‌های شما این رو متوجه شدم و اینکه جمهوری اسلامی این جرأت رو کرده که برای توماج صالحی حکم اعدام صادر بکنه، این خودش یه موج اعتراضی بسیار زیادی رو ایجاد کرده. مهسا پیرایی، ما یک فراخوانی رو شاهد هستیم از طرف شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی که از داخل ایران برای فردا روز جهانی کارگر فراخوان دادن به اعتصابات سراسری، دقیقاً در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی که زیر تیغ اعدام هستند، در اعتراض به اساساً مجازات اعدام که قتل عمد حکومتیه، در اعتراض به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و جنگ علیه زنان که شاهدش هستیم، و همچنین در اعتراض به این تورم، گرانی، فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده. به نظر چقدر مهم هست که از این فراخوان حمایت بشه و فکر میکنی که این نفس فراخوان اعتصابات سراسری چقدر مهمه و اینکه از داخل این فراخوان داده میشه، چقدر لازمه بخش‌های مختلف جامعه به این فراخوان بپیوندند؟ خب فراخوانی که از داخل ایران یعنی از دل جامعه داده میشه واقعا با ارزشه، همینطور که همیشه گفتیم. نه اینکه بگم از خارج از ایران بی تأثیر تظاهرات یا اعتراض ها یا فراخوان ها، ولی از داخل خب ارزشش خیلی بالاتره، چون خود مردم خودجوش دارن این کارو میکنن و مردمی که واقعا دیگه به تنگ اومدن و زندگی ما ایرانی ها همه به هم گره خورده، نه فقط ما دادخواه ها، نه فقط ما خانواده هایی که عزیزی ها از ممون گرفته. میبینیم که مردم دارن بدبختی سرکله میزنند، داره میبینیم که خب این حکم هایی که واقعا حکم اعدام، حکم قانون بربریته، یعنی واقعا انسان متمدن امروز همچین حکمی اصلا کلن باید برداشته بشه و همه اینا مکمل، یعنی از هم جدا من اینا رو نمیبینم. برای همین میگم که زن زندگی آزادی تا ابد این هست، این ادامه داره، این نابود شدنی نیست، چون تمام اینها رو در بر میگیره. و چه خوب ما مردم ایران که دست خالی هستیم، واقعا پناهی نداریم، کمکی نداریم، بتونیم این از فراخوان ها و اعتصابات که روش مدرن و متمدنانه اعتراضات استفاده کنیم و همه مردم، همه قشرهای جامعه رو بکشیم بیرون. چون همطور که میبینیم در سالهای قبل در آبان 98 معمولا قشرهای متوسط و رو به پایین کارگری فقط به اعتراضات میپیوستند، ولی در انقلاب جنجیان آزادی یه خورده تغییر کرده بود، چون مسئله زنان هم پیش اومد، مسئله حجاب هم پیش اومد و این شامل همه قشرها میشه، از قشر کارگر بگیر تا متوسط رو به بالا و هر سطحی. برای همین هم اینا مکمل هم هستند و از هم جدا نیستن. چه خوب که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. و همینطور من فکر میکنم احزاب خارج از ایران، احزاب و اپوزیسیون خارج از ایران باید این فردنگری رو کنار بذارن، این تعصبات رو کنار بذارن و متحد با هم
پشت مردم ایران باشن از این اتفاق، این برای خود مردمه، چون تا الان شعاری که میدادن میگفتن که نه جنگ نشه، نه ما نمیخوایم مردم ایران طوریشون بشه، زندگیشون سخت‌تر بشه، ولی این دیگه این خود مردم ایرانن، این دیگه نیروی خارجی نیست، دشمنی نیست، هیچ چیزی نیست، این خود مردم ایرانن که به تنگ اومدن از این همه جنایت، به تنگ اومدن و حتما باید همه با هم بدون هیچ قید و شرطی حمایتشون کنن. خیلی متشکرم مهسا پیرایی که همراه ما بودی در این برنامه پخش مستقیم. ممنونم. بینندگان گرامی، اینجا اشاره خواهم داشت به بیانیه اتحادیه آزاد کارگران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر. در این بیانیه آمده با گذشت نزدیک به 2 سال از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و سرکوب میدانی آن، زنان و توده های ستم دیده مردم ایران با درهم شکستن الگوهای حکومتی، تفکر و زندگی دو قطبی سازش ناپذیری را در سپهر سیاسی کشور خلق و آن را نهادینه کردند. دو قطبی سازش ناپذیری که در یک طرف آن حکومت جمهوری اسلامی با تمام دم و دستگاه سرکوب و ماهیت ضد انسانیش ایستاده و در سوی دیگرش زنان و اکثریت توده های مردم آزادی خواه و برابری طلب سفارایی کردند که بنیان های ایدئولوژیک و هستی حکومت را نفی و زیست فکری، عقیدتی و اجتماعی فرهنگی خود را آشکارا و در ابعاد میلیونی آنگونه که میخواهند به منصه ظهور رسانند. در این بیانیه آمده ما با فراخوان به کارگران در سراسر کشور برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر، و اعتراضات گسترده به فقر و گرانی و ناامنی اقتصادی، خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط فعالین صنفی و مدنی در بند و زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و بدین وسیله با تأکید بر شکل دهی به آینده کشور بر اساس مواد 12 گانه منشور مطالباتی 20 تشکل صنفی و مدنی، هر گونه جنگ افروزی در منطقه و کشتار غیر نظامیان و زنان و کودکان فلسطینی و اسرائیلی را قویاً محکوم می‌کنیم و عمیقاً بر این باوریم که تنها یک انقلاب اجتماعی سیاسی مردمی و شکل دهی به حکومتی سکولار، دموکرات و مبتنی بر آزادی و برابری و نفی استثمار می‌تواند برای همیشه به شرایط ضد انسانی موجود در کشور و بحران و جنگ افروزی و انسان کشی در منطقه خاورمیانه نقطه پایانی بگذارد. این بخشی بود از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران 11 اردیبهشت 1403. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. باز هم پیام داریم از زندانیان سیاسی سابق، ولی وقتمون رو به پایان هست. فکر میکنم که آماده شده باشه پیام ها. پیامی میبینیم و میشنویم از جواد حسینی نژاد، زندانی سیاسی سابق. وسایل اولیه زندگی تو جور کنی، گاهن 2 تا شغل 3 تا شغل دارن عزیزان کارگر، نمیشه تأمین کرد و این فشار مضاعف بر روی کارگران عزیز ماست و جای تأسف داره و در یک دقیقه نمیشه گفت این مطلب رو. خیلی مطلب مهمیه و من آرزوی بهترین رو برای کارگر عزیز دارم و اینکه سکوت نکنین در این قضیه و حقتون رو مسالمت‌آمیز بیان بخواین از حکومت که این 35% چرا بودجه های بعضی از جاها 400% 500% اضافه شده و شما و کارگران 35%. خب این بردهداری مدرن هست دیگه. شما تلاش کنی روزی 14 ساعت کار، فشار زیاد برای فقط تأمین مایحتاج اولیه زندگی، یعنی شما مسافرت و و و هیچ چیز دیگه نمیخوای، کلن خدمات درمانی اینا تعطیل، فقط برای مسائل اولیه زندگی شما تلاش کنی، این دردآوره، واقعا دردآوره و واقعا کارگرها تحت فشار هستن و اگر خدای نکرده مستأجر باشن که دیگه هیچی. تبریک میگم این روز کارگر رو و امیدوارم به حقتون برسید با تلاش خودتون البته، که حقتون حق گرفتنی است. یادتون باشه همتون عزیز. درود بر شما، موفق و معید باشید.
و ما نگاهی بیاندازیم به گسترش بیهجابی سراسری در جای جای جامعه. همونطوری که در برنامه‌های قبلی پخش مستقیم اشاره کردیم، در روزهای گذشته بیهجابی سراسری مثل یک سیلی جمهوری اسلامی رو داره در بر میگیره، از اون زن بدون حجابی که با جسارت و شجاعت وارد یکی از در واقع مراکز جمهوری اسلامی میشه، تا زنی که بدون حجاب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پشت خبرنگار شبکه 3 ظاهر میشه در دانشگاه تهران. اما بریم نگاهی بیاندازیم به اقداماتی که در همین رابطه انجام میشه، نگاهی به شبکه X میاندازیم، تصاویری که منتشر شده از بیهجابی سراسری و اعتراض به طرح‌های حجاب و عفاف. همونطور که می‌بینید جمهوری اسلامی همچنان داره تبلیغات خودش رو برای حجاب و عفاف ادامه میده. زنان هم دارن قدرتمندتر از گذشته حتی مبارزه خودشون رو ادامه میدن و میگن ما به عقب بر نمیگردیم. همونطور که میبینید با به هر شکلی از اعتراض واکنش رو زنان نشون میدن. در تصویر بعدی که میبینید همون مترویی که آرمیتا گراوند رو به قتل رسوندن، همون مترویی که اراذل اوباش به اسم حجاببان رو آوردن مستقر کردن، زنان بدون حجاب حضور پیدا میکنن و این عکس ها، همین عکس ها گواه و شاهد اینه که بیهجابی سراسری در چه سطح و سطوحی ادامه داره. تصویر بعدی رو که میبینید نوشته ای هست روی تبلیغ خانواده و بنیان خانواده که نوشته شده خانواده قلب جامعه، زن قلب خانواده است، و یک نفر اونجا نوشته پس به زنان احترام بگذارید و آنان را به بهانه حجاب سرکوب نکنید. مخاطبمون برامون نوشته از امروز میخوام توی مترو جواب تبلیغات این رژیم بر علیه آزادی زنان و بر علیه آرامش و معیشت مردم را به این شکل بدم. تصویر دیگه ای هم که میبینید یک تصویر از یک زن بیهجاب هست در آستانه روز جهانی کارگر و فراخوان اعتصابات سراسری. نوشته با دوستم صحبت میکردم، گفت توی این شرایط هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، بیا هر روز بریم خیابون. گفتم آخه خیابون چه کار کنیم؟ گفت پیاده روی، اینا میخوان ما رو از خیابون بیرون کنن، باید هر روز بریم تو خیابون. بالاخره این خیابونه که قرار اتفاقی توش بیفته. از توی اتاق توییت زدن که بهتره. هشتگ توماج صالحی. اما یک میان برنامه ببینیم از زنان بدون حجابی که خیابانها رو تسخیر میکنن و تهدید بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی هستند.
بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. به چند بیانیه و اطلاعیه اشاره خواهم داشت. اطلاعیه جمعی از اهالی موسیقی ایران تحت این عنوان که هنر رها از هر زنجیری هست. در این اطلاعیه آمده این روزها جامعه موسیقی ایران در بهت و شوکی مهیب فرو رفته است. توماج صالحی و دیگر هنرمندان در بند فرزند ایران و فرزند شریف جامعه موسیقی ایران هستند. ما اهالی موسیقی خواستار لغو فوری حکم ظالمانه اعدام و آزادی بی قید و شرط این هنرمند و دیگر هنرمندان در بند هستیم. و اما بیانیه دیگری که اینجا میخوام اشاره بکنم مربوط میشه به بیانیه مشترک 12 زندانی سیاسی محبوس در اوین به مناسبت روز جهانی کارگر. بله، بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. همچنان بینندگان گرامی، شماره تلفن رو روی اسکرین میبینید. این هم بیانیه مشترک 12 زندانی محبوس در اوین به مناسبت روز جهانی کارگر هست که گفتند زمان آن فرا رسیده که طبقه کارگر ایران در میدان این مبارزات سرنوشت ساز قد علم کرده و جایگاه خود را باز یابد. به امید آینده‌ای که با دستان پرتوان طبقه کارگر آگاه ساخته خواهد شد. و همچنین اسامی ناهید تقوی، فرح، معصومه نساجی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، سیامک ابراهیمی، شاهرخ احمدی، مهران رؤوف، کیوان مهتدی، فؤاد فتحی، مازیار سید نژاد و مرتضی پروین نویسنده این بیانیه هستند و اشاره شده که امروز در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه بزرگ خود نمایی می کند. آگاهی از جایگاه خود به عنوان طبقه اجتماعی که وظیفه پیشبرد جامعه در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع استثمار و ستم و تمامی تبعیض‌ها به ویژه تبعیض جنسیتی و اتنیکی، برقراری آزادی سیاسی، پیشگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از جنگ ویرانگر منطقه ای را دارد. و اما اطلاعیه دیگری که میخوام اینجا اشاره بکنم، اطلاعیه دانشگاه سنگر آزادی و برابری هست در حمایت از فراخوان اعتصابات سراسری چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403. این رو هم بگم، دانشگاه سنگر آزادی برابری با این تیتر در روز جهانی کارگر مدارس و دانشگاه ها را به اعتصاب بکشانیم از فراخوان اعتصابات سراسری فردا چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 حمایت کردند. بله، بینندگان گرامی، به پایان این برنامه پخش مستقیم رسیدیم. در پایان مروری خواهیم کرد بر خواسته هایی که در بیانیه روز جهانی کارگر برای اعتصابات سراسری منعکس شده. به شبکه اکس میریم، مجددا نگاهی میاندازیم به فراخوان اعتصابات سراسری در اعتراض به اعدام، جنگ علیه زنان، فقر و فلاکت. روز جهانی کارگر چهارشنبه 12 اردیبهشت، تمام شهرهای ایران اعتصابات سراسری. در این فراخوان گفته شده اقدامات گسترده اعتراضی و میدانی شامل شعار نویسی، پخش و نصب تراکت و دست نوشته و اعلامیه و شبنامه علیه حجاب اجباری، علیه احکام اعدام، علیه فقر و تورم و گرانی و اختلاس، اعتصاب در مراکز تحصیلی و تعطیلی و تحریم کلاس‌های درس، اعتصاب در محل کار، مراکز تولید، بین کسبه و بازاریان، توقف خرید و فروش و خدمات حمل و نقل عمومی، حضور حداکثری و جمعی زنان بدون حجاب در مراکز تحصیلی و کار و در محلات و سطح شهرها، شعاردهی شبانه. شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری و محل محور زنان و جوانان. سپاس که همراه ما بودید بینندگان گرامی. اینجا شیرین شمس به همراه کیان آذر مدیریت تلویزیون کانال جدید و میثم عتیق همکار این برنامه شما را به لحظات خوبی می‌سپارم. If you kill the son of Iran, it will be your death sentence.
In the unrelenting darkness, a storm would break out. A raging monster of revenge that can no longer be stopped. His voice is immortal, and we don't take back a single word. The masses will come and get you. زن فقر بلوچم کول بره کردم زبان مادری عربم ترکم من پسر ایرانم بختیاریم نماد جرأت بده به من بده ایران مال منه بده به من بده این خاک مال منه بده به من بده ایران شده همش بده که من خودم میسازمش. His voice will overthrow this tyranny.